این هنر مدیریتی اون بخش است و اون عرصه است که این اتفاق درش میفته. خب اگه بخوایم مروری هم داشته باشیم تو مفاهیم پایه و این بحث رو ادامه بدیم، میتونیم راجع به مفهوم آزادی‌های لازم هم صحبت بکنیم و تأمین شدن این آزادی‌ها رو مورد توجه قرار بدیم. اون آزادی‌هایی که به هر حال شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، به عنوان یک تصمیم گیر، به عنوان یک فردی که توی کشور داره کار می‌کنه، نیاز به یک سری از آزادی‌ها و حداقل‌های استانداردی رو برای زندگی دارید که اونها باید فراهم باشه. واسه همین آزادی‌ها به ما کمک می‌کنه که تو عرصه اقتصادی بتونیم بهتر عمل بکنیم و حرکت بهتری به سمت توسعه داشته باشیم. ایجاد ثبات و امنیت، این امکان نداره شما صاحب توسعه بشین اما ناامنی تو کشورتون برقرار باشه. یعنی اگر شما شاهد دزدی‌های پی در پی باشین، سرقت‌های پی در پی باشین، امنیت و آرامش وجود نداشته باشه، ثبات تو اقتصاد نباشه، شب بخوابین صبح باشین این اتفاق بیفته، این باعث میشه که اقتصاد از مسیر اصلی خودش خارج بشه و سرمایه‌ها فرار کنه از اون کشور، به خصوص سرمایه خارجی که نیاز به آرامش و امنیت و ثبات داره. مورد بعدی ارتقای توان علمی و فنی. توسعه بدون ارتقای علمی و فنی اصلا میسر نیست. خیلی از کشورها رو می‌بینید می‌خوان علمو بخرن. علم خریدنی نیست. علم دست پیدا کردنیه. باید به دانش فنیش ما برسیم. واسه همین نیاز داریم تا روی حوزه علم و فناوری واقعا کار بکنیم و فاصله‌مون رو تو خیلی از عرصه‌ها کم بکنیم. خیلی از این عرصه‌ها کم شده. تو یه سری از بخش‌ها ما خوب حرکت کردیم، ولی به طور عمومی به واسطه سرمایه‌گذاری و ارتباطات جهانی که کشورها با هم دارن، خب همچنان ما این فاصله‌مون هست و راه زیادی داریم و تلاش زیادی رو باید بکنیم تا به سطح یک جهانی خودمون رو نزدیک بکنیم. مورد بعدی که ما هم راجع به صحبت بکنیم بحث انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه از دو جنبه برای ما اهمیت پیدا می‌کنه. انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه مادی. خب کارخونه و تجهیزات و لوازم مربوط به اونو که شما میبینید اسمش از سرمایه های مادی، اما از اون مهمتر انسان هایی هستند که اینها رو مدیریت میکنن. کارخونه ها رو کی مدیریت میکنه؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه؟ چه کسی تصمیم سازی میکنه؟ این اهمیت نیروی انسانی رو نباید نادیده گرفت. جدا از بحث سرمایه های مادی، خیلی از کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس رو می‌بینید سرمایه‌های مادی رو به واسطه درآمدهای نفتی دارن، اما سرمایه انسانیشون محدود هست و در حال توسعه حساب میشن و اون سرمایه انسانی کم باعث میشه که بهره‌وری پایین‌تری داشته باشن. مورد بعدی ارتقای توان مدیریتی و استقرار تشکیلات اداری مناسب است. برای اینکه ما حرکت مناسبی به سمت توسعه داشته باشیم، نیاز داریم تا ارتقای توان مدیریتی بدیم. مدیران ما با تجربه باشن، مدیران ما ورزیده باشن، مدیرانی باشن که تصمیماتشون منجر به بهتر شدن اوضاع بشه. این حاصل یک فرایندی هستش که در بلند مدت اتفاق میفته و افراد به تدریج این مهارت مدیریتی رو کسب میکنن و تشکیلات اداری هم باید چابک و کارآمد باشه. بنابراین اینها اجزایی هستن که دست به دست هم میدن تا ما با کمک همه این اجزا بتونیم یک اقتصاد رو به پیش ببریم. مفهوم رشد اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، رشد اقتصادی کشور عبارت از اون افزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ای که تو اون کشور رخ میده و توی دوره بلند مدت این مسئله اتفاق میفته. تاکید روی این واژه کجاست؟ تاکید روی تولید ملی واقعی، یعنی اون عدد حقیقی، اسمش برای ما مطرح نیست. اون چیزی که به طور واقعی و حقیقی در اقتصاد تولید میشه و توی اون سال مشخص تولید میشه مد نظر هست و این اهمیت بالایی داره. مورد بعدی تولید ملی واقعی سرانه است. یعنی ما باید اثر جمعیت رو هم در این مسئله وارد بکنیم و اثر جمعیت رو هم ببینیم و بدون دیدن جمعیت یک کشور تحلیل‌های ما به خصوص تو حوزه توسعه خیلی نادقیق خواهد بود، دقت مناسب رو نداره و ممکنه نتایج گمراه کننده بده. شما ممکنه یک کشور کم جمعیت که زیرساخت لازم هم نداره، مثلا کشور 4-5 میلیونیه، مساحت زیادی هم نداره، ولی خب توان دفاع و مشکلات دیگه ای رو نداره، یا مسائل دیگه ای رو نداره، مشکلات دیگه ای رو داره، یه سری مشکلات رو نداره، جمعیتش کمه، منابع به هم میرسه، ولی توان دفاع از خودش رو نداره. بحثای از این دست زیادن. نمونه های اون رو میتونیم مثل قطر یا بحرین یا غیره رو ببینیم که خب اینا درآمدهای نفتی خیلی زیادی دارن اما زیرساختای لازم رو ندارن. مورد بعدی بحث بلند مدت هست. ما زمانی رو که برای توسعه نیاز داریم یک مسئله بلند مدت رو داریم مد نظر قرار میدیم. تو بستر بلند مدت کارهای ما داره اتفاق میفته و نگاه ما کوتاه مدت و کارهای سریع و خیلی زود بازده و اینها نیست. افقهای بلند مدت و میان مدت توی بحث‌های توسعه مطرح هست. خب رشد اقتصادی کشورها رو داریم باز تحلیل میکنیم. تو کشورهای در حال توسعه بیشتر از این روش‌ها هستش که ما شاهد رشد هستیم. افزایش صدور مواد خام و مواد اولیه و واردات مواد واسطه‌ای از محل ارزی که در ازای این کار به دست میاد.
یعنی کشورهای در حال توسعه چیکار میکنن؟ وزن صادراتی اینها رو نگاه کنید، حتی کشور خودمون اگر حتی موازنه تجاری هم باشیم، یعنی ما بدهکار نباشیم تو مبادلات تجاری و تراز đây là cây hoa, thì các bạn hoa lá màu đỏ rất đẹp.